بشر در طول قرن‌های متمادی در رویای صلح زیسته، در حالی که جوامع در یکدیگر آمیخته می‌شوند، تکنولوژی فاصله جغرافیایی و فرهنگ‌های ملل را به هم نزدیک‌تر می‌کند و بشر بیش از پیش خود را نیازمند صلح و دوستی می‌بیند. صلح چگونه به دست می‌آید؟ چه موانعی بر سر راه آن وجود دارد؟ و آیا صلح جهانی برای مردم جهان دست یافتنی است؟ برای بشر امروز صلح یک پدیده نیست، بلکه رویدادی اجتناب ناپذیر و دستاوردی ضروری برای هر انسان می باشد. این دیدگاه بیش از 5 میلیون انسان در سراسر جهان است. مردمانی که در 4 گوشه جهان تحت لوای دیانت بهایی متحد شدند. هدف آیین بهایی ایجاد اتحاد و همبستگی در میان کلیه جوامع جهانی است با فرهنگ‌های متفاوت. شرکت در جلسات بهایی محدود به هفته یک بار نمی‌شود، بلکه جزئی از زندگی روزانه ماست. بهائیان به برقراری صلح جهانی می‌اندیشند، چرا که زمان اتحاد بشر فرا رسیده. تعالیم دیانت بهائی برای بشر امروز تدوین شده و با استفاده از تکنولوژی سمعی و بصری میشه انسان‌ها رو در زیر پوشش این تعالیم متحد ساخت. و این هدف همه ماست. The Baha'i Religion. دیانت بهایی بر اساس تعالیم پیامبری به نام بهاءالله می باشد که برای بهاییان او فقط یک رهبر مذهبی نیست، بلکه جدیدترین پیامبر از سلسله پیامبران الهی پس از موسی، عیسی و محمد است. در سال 1863 میلادی برابر با 1279 هجری بهاءالله مقام خود را در شهر بغداد به عنوان پیامبر اعلام و دیدگاه وحدت عالم انسانی را مطرح ساخت. در طول کمتر از 150 سال دیانت بهایی با سرعتی چشمگیر در اقصانقاط جهان گسترش یافته و با بیش از 5 میلیون پیرو از اقوام، ملیت و فرهنگ‌های گوناگون شکل گرفته. اما این آیین نوپای تاریخی با مشقات زیادی روبرو بوده. تاریخ دیانت بهایی با ظهور بابی‌ها آغاز می‌شود. در سال 1844 میلادی جوانی به نام سید علی محمد شیرازی خود را باب و قائم موعود نامید و بشارت به ظهور حضرت بهاءالله مؤسس آیین بهایی داد. در مدت کوتاهی گروه کثیری از مسلمانان به وی ایمان آوردند و به نام بابی مشهور شدند. گسترش سریع بابی ها علمای مذهبی ایران را دچار نگرانی کرد و در صدد ساکت کردن باب برآمدند. باب را دستگیر کردند و در زندانی تاریک محبوس نمودند که رابطه‌اش با مردم قطع شود. اما علی‌رغم زندانی شدن او، پیروان بابی هر روز افزایش یافت، آنچنان که در سالهای اول تعداد آنها به 100,000 نفر رسید. باب در نوشته های خود بشارت از دیانت بهایی که پس از او ظهور می کرد می داد. باب فرمود خداوند از طریق پیامبران خود با بشر ارتباط برقرار می کند که با آدم آغاز شد و بعد ابراهیم، موسی، بودا، عیسی و محمد ظاهر شدند. باب تأکید کرد که پیامبر بعدی مظهر ظهور الهی است که بعد از او می آید و در واقع دین جدید را عرضه می کند که به نسبت شرایط امروزه بشر دین قدیم را جایگزین می کند. پادشاه ایران این گفته باب را بدعت در اسلام به شمار آورد و دولت وقت دست به نابودی بابیان زد و هزاران بابی به تحریک علما و توسط ناآگاهان و نظامیان به قتل رسیدند و به دستور شاه در سال 1850 باب نیز اعدام شد
با این تصور که با کشتن او جنبش بابیت از بین خواهد رفت. اما پس از 2 سال بهاءالله رهبر بابیان دستگیر و روانه سیاه چال زندان تهران شد. بهاءالله از یک خانواده متشخص ایرانی و رهبر دیانت بابی بود. در نوشته های او در زندان آمده که جمعی از ما را در این سیاه چال زندانی کردند. فضایش تاریک، زمینش مرطوب و هوای آن متعفن. پای ما در زنجیر و گردن ما در قل است. بهاءالله پس از 4 ماه از زندان آزاد شد و به شهر بغداد تبعید شد و در سال 1862 در آن دیار اظهار امر علنی کرد و اعلام داشت که همان مظهر ظهور الهی است که باب بشارتش را داده بود. بهاءالله در سال 1868 در ادامه تبعیدهای از دیاری به دیار دیگر سرانجام به شهر عکا فرستاده شد، شهری دور افتاده از بقایای دوره امپراتوری عثمانی که اینک قسمتی از اسرائیل به شمار می رود. بهاءالله تا پایان عمر در این شهر اقامت گزید و دست نوشته هایی از خود به جای گذارد که در واقع شامل اصول و راهکار و مباحث آیین بهایی است. در همان دوران بهاءالله نامه هایی را برای سلاطین و رهبران جهان فرستاد و در این الواح اعلام نمود که دوره جدیدی برای جهانیان به وجود آمده. او خواستار ایجاد یک مرجع جهانی برای برطرف نمودن اختلاف میان ملت ها شد. همچنین خواهان وحدت عالم انسانی. همراه با زبان واحد بین المللی در کنار زبان مادری، تعلیم و تربیت اجباری و عمومی و کاهش هزینه های نظامی. بهاءالله تا پایان حیات همچنان به نگارش آثار خود ادامه داد و امروزه بیش از 100 کتاب از وی باقی مانده. بهاءالله در 29 ماه می سال 1892 میلادی چشم از جهان فرو بست و آرامگاه او در عکا مقدس‌ترین مکان برای بهائیان در این جهان است. از آثار بهاءالله باید به عنوان افکار و نظرات انقلابی به نسبت زمان خود یاد کرد. دیدگاه او برای وحدت عالم انسانی را پس از 1 قرن و با تشکیل جامعه ملل و بالاخره تشکیل سازمان ملل متحد میتوان مشاهده کرد که نمونه ای از تفکر نوین او بود. آنچه که به طور فیزیکی و تکنولوژیکی ضروری است، آن است که جهانیان باید با یکدیگر متحد شوند، جنگ را طرد کنند و نفرت و تعصب را کنار بگذارند. و در واقع همه اینا خواسته مردمان جهانه. من کسی رو نمی‌شناسم که خواهان صلح و اتحاد بشر نباشه. بشر این اهداف رو عملی می‌کنه و صلح جهانی برقرار میشه. بهاءالله وعده‌ای بزرگتر از صلحی که می‌شناسیم به ما داده. او وعده صلح اعظم را داده که نه فقط به پایان جنگ ختم شه، بلکه کلیه توانایی‌های بشر را نیز در 1000 سال آینده آشکار می‌کنه و ما به دوره‌ای از تفاهم می‌رسیم که هرگز شاهد اون نبودیم. بهائیان تغییر و تحول برای وحدت عالم انسانی که نقش مهمی در زندگی آنان ایفا می کند را اجتناب ناپذیر می دانند. آنها مشوق انسانها برای رسیدن به صلح جهانی هستند و تا روزی که به وحدت نهایی نرسند دست از تلاش بر نمی دارند. اگر چه صلح جهانی اجتناب ناپذیره، اما رسیدن به آن آسان نخواهد بود. در واقع می توان این صلح را به نوجوانی تشبیه کرد که به دوران بلوغ میرسه، تحولی که به راحتی انجام نمیشه. متاسفانه یک نظریه این روزها در میان مردم متداول شده که صحبت از ضرورت به جنگ میکنه و اینکه بشر جنگ طلبه. دیانت بهائی درست برعکس این نظریه تبلیغ میکنه و معتقده که انسانها به طور اصولی صلح طلب خلق شدن.
دنیای امروز مانند دوران انتقال نوجوانی به بلوغ است، دوره‌ای که شما در حال یافتن خود هستید و بشر امروز دقیقاً در این حالت قرار گرفته و ما برای رسیدن به بلوغ باید این دوره نوجوانی را طی کنیم. جهان امروز مملو از اختلافات و مشکلات است. تنش‌های نژادی و مذهبی و فاصله بین ثروتمند و فقیر همچنان عامل انزوای بیشتر بشر می باشد. و سوال در اینجاست که آیا راه بهتری برای بشریت در جهت ارتباط با هم وجود دارد؟ و آیا قرن آینده به مانند قرن گذشته مملو از تنش خواهد بود؟ ما در اجتماعی که عمیقاً جدا از یکدیگران زندگی می‌کنیم، بهائیان معتقدند که وحدت عالم انسانی از میان همین قشرهای اجتماع پدیدار می‌شود. بهائیان برای رسیدن به این اهداف از آثار بهاءالله برای وحدت عالم انسانی استفاده می‌کنند. تعالیمی که در 12 اصل حادی آنها می‌باشد. یگانگی خدا و نوع بشر، یگانگی ادیان الهی، جستجوی حقیقت، دین اساس یگانگی است، توافق و هماهنگی علم و دین، برابری حقوق زن و مرد، توزیع عادلانه ثروت، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری، ترک تعصبات، حل مشکلات اقتصادی، وحدت زبان یا انتخاب زبان بین المللی و بالاخره صلح جهانی متکی به دولت جهانی. البته شاید هیچ کس نتواند در دوره حیات خود به تمامی این اهداف دست یابد، اما بهائیان باید سعی در به انجام رساندن این اهداف بکنند. بهائیان به وحدت عالم انسانی به عنوان یک حرکت سیاسی نگاه نمی کنند، بلکه رسیدن به این هدف را از طریق تغییر و تحولات انسانی دنبال می کنند. بهائیان علی‌رغم تأکید به صلح جهانی هیچگاه در فعالیت‌های سیاسی حزبی درگیر نشده و برعکس به روحانی نمودن زندگی شخصی و متحد کردن جوامع تأکید می کنند. اون چی که در صحنه سیاست جهانی و به خصوص در آمریکا مشاهده میشه، دوگانگی بین مردم در سیاسته. این سیاستمداران منابع انسانی رو فراموش کردن و اختلاف در میان طبقات مردم رو جایگزین اون کردن. هدف دین بهائی اتحاد در میان انسان هاست و به این خاطر که احزاب سیاسی جدایی در میان اقشار جامعه به وجود آوردن، ما بهائیان از شرکت در فعالیت های سیاسی حزبی اجتناب میکنیم. بهاءالله راهی را ارائه کرده که بر اساس اون نه فقط عده قلیلی بلکه کلیه مردم جهان از امکانات به طور مساوی بهره مند شوند. بهائیان در پیام صلح از اجتماع خود به عنوان یک سازمان واحد که نماینده گونه های مختلف خانواده بشری است یاد می کنند و جامعه بهائی به عنوان یک سرمشق به مردم جهان عرضه شده و اینکه چگونه می توان در کنار هم به صورت صلح‌آمیز زندگی کرد. بیت العدل اعظم الهی نهاد عالی هدایت دیانت بهایی است که در مرکز جهانی بهاییان در حیفا اسرائیل قرار دارد. بیت العدل هم در زمینه مسائل روحانی و هم در زمینه مسائل اداری جامعه بهایی را هدایت و تصمیم گیری می کنند. این نهاد مانند محافل روحانی محلی از 9 نفر تشکیل می شود و تصمیم های خود را از طریق گروهی می گیرد. بهائیان از طریق مرکز جهانی حضور خود را در دنیا آشکار می سازند و به سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد به عنوان یک پایه که توانایی های بشری را متبلور می سازد می نگرند. جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد غیر سیاسی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شرکت و اتحاد و همبستگی را از طریق همین سازمان تبلیغ می کنند. بهائیان رهبران جهان را به رسیدن به صلح جهانی به عنوان تکامل بعدی بشر تشویق می کنند. بهائیان در طول یک سال از 300 طرح جهانی عمرانی در سازمان ملل حمایت کرده و در واقع پایه‌گذار بنای اجتماعات در جهان هستند.
این عمل از سوی صاحب نظران به عنوان یکی از روشن‌ترین روش‌های ارائه دیانت بهائی به جهانیان است. بهائیان در تمام شئون اجتماعی از طریق آموزش اصول دیانت بهائی که توسط بهاءالله عرضه شده، حامی و یاور مردم در سطح محلی و بین‌المللی هستند. بهائیان در سازمان ملل متحد بسیار فعالند، چرا که این سازمان متشکل از نمایندگان کشورهای مختلف جهان و در واقع نموداری است از اصل وحدت عالم انسانی که محور اصلی باورهای آیین بهائی است. در اینجا این سوال پیش می آید که چگونه یک بهائی می تواند برای تبلیغ صلح اعمالی را در زندگی روزمره انجام دهد؟ آیا فرصتی برای انجام این کار با مشکلات روزمره دنیای ما وجود دارد؟ و آیا می توان اطرافیان را به این پیام متقاعد ساخت؟ در اکتبر سال 1985 بیت العدل اعظم به عنوان نهاد اجرایی دیانت بهائی پیامی برای صلح جهانی به مردمان جهان ارسال داشت. این پیام به مانند نامه‌های بهاءالله به رهبران وقت جهان بود که بشارت به اتحاد نوع بشر می‌داد. صلح بزرگی که آرزوی دل و جان نیکندیشان جهان در هر قرون اعصار بوده و درباره‌اش عارفان و شاعران در نسل‌های پی در پی سخن گفته و در کارگاه خیال نمودارش ساختند، صلحی که تحققش نوید تمام کتب مقدسه در هر دوره بوده، حال به دستیابی ملل عالم نزدیک گشته است. این پیام حاکی از آن است که وعده صلح جهانی در دسترس ماست و هشدار می‌دهد که هیچ تلاش جدی برای برقراری صلح جهانی نمی‌تواند دین را نادیرد. بهائیان معتقدند که نظم نوین جهانی تنها از طریق این اعتقاد روحانی که وحدت عالم انسانی است پایگذاری خواهد شد. بهاءالله از این اعتقاد به عنوان شرط لازم بنیادی برای سازماندهی جهان به صورت یک کشور و یا خانه همه مردمان جهان یاد می کند. وعده صلح جهانی دیدگاه های بهاءالله را در بر می گیرد. او خواهان تجدید بنای زندگی و غیر نظامی کردن تمدن جهان است. جهانی که به طور سازمانی در کلیه سطوح اصلی زندگی مانند نهاد سیاسی، الهامات روحانی، تجارت و سرمایه گذاری، زبان و ادبیات متحد شود، در حالی که هویت‌های ملی خود را همچنان حفظ کند. گرچه این دیدگاه دراز مدت برای آینده جهان است، اما پیام بازسازی آن بسیار عمیق است و اگر نظام‌های قدیمی و تفکرات کهنه بی اثر شدند، پس زمان آن فرا رسیده که به تفکر نوین روی بیاوریم و وعده صلح جهانی در راه خدمت به بشریت مطرح شده که میگوید ما نباید اجازه دهیم که بشر امروز قربانی قوانین و تفکرات قدیمی و زیان‌آور گذشته شود. این تحولات از طریق انهدام ریشه‌های نفاق و ناهماهنگی به وجود خواهد آمد، نه از طریق مرهم گذاشتن بر هزاران رنجی که در سراسر جهان وجود دارد. بیت العدل اعظم جهانی در بیانیه وعده صلح می‌نویسد تحریم سلاح‌های اتمی و منع گازهای سمی و غیرقانونی ساختن جنگ‌های میکروبی ریشه علل جنگ را در جهان خشک نمی‌کند. برای برقراری صلح باید یک قالب صلح جهانی به وجود بیاید. اساس چنین قالبی توجه به این مسئله است که مسائل صلح باید در سطح اصولی آن مطرح بشود. برقراری صلح از طریق تغییرات درونی روحانی و اخلاقی مردمان امکان پذیر خواهد بود. بهائیان معتقدند که به سوی اجتماعی پیشرفته گام برمی‌دارند، چرا که در انسان توانایی گسترش و توسعه وجود دارد و با رد این ایده که بشر جنگ طلب است، امکانات مربوط به آینده‌ای متحد و صلح آمیز را ارائه می‌کنند.
برای بهائیان تحقق صلح بیش از یک فعالیت سیاسی می باشد و مافوق مسائلی چون امنیت، تسلیحات و قوانین مدنی است که هدف آن متحد کردن همه مردمان جهان و تشکیل یک خانواده جهانی است. بهاءالله می گوید جهان تنها زمانی به صلح و امنیت می رسد که جامعه بشری به اتحاد و یگانگی رسیده باشد. دیدگاه بهایی در نظریه صلح جهانی یک دیدگاه نیرومند است. بهاییان جهانی را مجسم می کنند که فارغ از تبعیضات نژادی است، فقر اقتصادی در آن وجود ندارد، اختلاف های مذهبی از بین رفته و ستیز جویی با زنان برطرف شده است. جهانی که سرانجام آموزش و پرورش اجباری و زبان بین المللی مرزها و سدهایی را که مردمان را از یکدیگر جدا می کند از میان برداشته است. وعده صلح جهانی پیامی است برای همه کسانی که به توانایی‌های بشری اعتقاد دارند. پیامی است که نه فقط انتقال کلمات بلکه انتقال کردار و فداکاری‌های دینی آنان است. ما می‌کوشیم تلاش‌های زیربنایی خود را برای اتحاد و صلح در همه جهان منتقل کنیم. دستیابی به صلح ممکن است به نظر مشکل بیاید، به ویژه در جهانی که بسیاری از مردم حس می‌کنند سرنوشت آنها با اختلاف و برخورد همراه است. بهائیان اطمینان دارند که به تدریج اتحاد و همبستگی به وجود می‌آید و در این راه تلاش فراوان می‌کنند. ما معتقدیم که خدا زمانی که بشر را آفرید برای او نقشه‌ای داشت. برای نخستین بار در تاریخ کره زمین این توانایی را داریم که به صورت واحدی درآییم. بهاءالله میگوید دین باید موجب اتحاد شود و نه اختلاف و الا وجودش بیهوده است. بر این اساس مهمترین کار امروزی ما آن است که تعالیم بهاءالله و وعده‌های او را در همه جا منتشر کنیم. وقتی از روش زندگی یک بهائی صحبت می‌کنیم، منظور زندگی درونی و اجتماعی است. این به معنای آن نیست که فقط یک بهائی خوب باشیم، بلکه لازم است هدف‌های خود را به ثمر برسانیم. وحدت عالم انسانی هدف نهایی آیین بهائی است که از طریق ارتباطات جمعی و خدمت به نوع بشر امکان پذیره. نمیتوان قوه‌ای که بشریت را در طول تاریخ به حرکت واداشته منکر شد. نمیتوان سرنوشت را منکر شد. لاجرم یا بشریت داوطلبانه به این اتحاد میرسه و یا از روش سخت‌تر و مشقات فراوان با آن صلح جهانی دست خواهد یافت. ما در این پیام تمنای همکیشان خیش را در سراسر دنیا برای حصول صلح و وحدت به گوش عالمیان میرسانیم و با همه مظلومانی که قربانی تعدی و تجاوزند، با همه آنان که در آرزوی خاتمه دشمنی و نزاعند، با نفوسی که تعلقاتشان به اصول صلح و نظم جهانی سبب ترویج مقاصد جلیلی است که خداوند مهربان ما را برای آن خلق فرموده، می‌پیوندیم و با همه آنان همگام و هم انانیم و برای آن که شدت شوق و امید و غایت اطمینان خود را از اعماق دل و جان به گوش جهانیان برسانیم، این وعده مبارک حضرت بهاءالله را نقل می کنیم که می فرماید این نزاهای بیهوده و جنگهای مهلک از میان برخیزد و صلح اکبر تحقق یابد.